سلام به همگی. من بحث جالبی صحبت جالبی شنیدم. خب اول اینکه خیلی ممنون که آرمین خیلی جالب صحبت میکنه و پوست همه رو میکنه در واقع. بنابراین حالا من منتظرم ببینم با من چه جوری میخواد بحث کنه. ولی این روابط جنسی آزاد چه اشکالی دارد؟ اول اینکه خب اگه در جامعه آزاد هستیم، ما راجع به جامعه آزاد صحبت میکنیم یا جامعه بسته؟ اول اینو به من بگو آرمین جان، راجع به چه جامعه ای صحبت میکنیم؟ شما فرض رو بذارید. خب من میگم که اگه در جامعه آزاد باشیم، تو جامعه بسته حالا یه مسئله خودشو داره. در جامعه آزاد من خودم معتقدم که پایه و اساسش اینه که اشکالی نداره. البته دردسر زیادی ایجاد میکنه، حالا میگم چه کی دردسر ایجاد میکنه، ولی اشکالی که نداره تا جایی که همینطوری که الان خودتون هم اینجا صحبت کردین شفاف و واضح همه چی صحبت بشه اولش، و یا توی یه بحث قبلی که بود وسط رابطه صحبت بشه. یعنی هر زمانی که مثلا یه نفر شاید اول رابطه فکر نمی‌کردش که مثلا بخواد رابطه های دیگه ای داشته باشه، اما در یه زمانی متوجه میشه که حالا میخواد رابطه دیگه ای داشته باشه. این باید گفته بشه و با توافق دو طرف باشه. در این منظر خب اشکالی نداره، صدمه کمتر میزنه. اما در هر صورت همیشه این اتفاق وقتی که دو نفر با هم هستن اولا خیلی مشکله. یه نکته اینه، به این سادگی که من خودم موافق هستم، اما کار همه نیست، خیلی خیلی کار سختیه که آدم ها بتونن بیان اینو بگن، بس خودشون واضح باشه و بگن. چون معمولا انسان اینطوری که معلوم شده هم خدا رو میخواد هم خورما رو، یعنی مطمئن نیست، چون میدونه که امکان داره اون ناراحت بشه، نمیخواد اونو ناراحت کنه، ولی میخواد اونم داشته باشه یه جوری بینابین، که خب غیر اخلاقیه، یعنی بی اخلاقیه به هر صورت از نظر من خودم شخصا. یعنی پنهان کاریش هم حتی یه دستن میگن مثلا پنهان الان کنیم چیزی نیست. الان آزاد داریم میگیم بس الان آزاد، هنوز تو آزاد بودیم، الان فعلا تو جامعه آزاد هستیم، الان تو جامعه آزاد داریم. من دارم آزاد رو میگم چون بستر که اصلا بستر چی بگم راجع بهش دیگه، بسته که بسته است. خب پس آزاد قبول کرد بشه به نظر من. باشه پس آزاد رو میگین که تا وقتی که شفاف باشه مشکلی نیست، درسته؟ نه من میگم مشکل نیست، ولی سخته، به این سادگی نیست. و حتی تو جامعه میدونید، یعنی اون شخص به حال ناراحت میشه. سخت موقعی که شما با یه نفر پارتنر شدی، چه دوست دختر دوست پسر، چه ازدواج، چه نوشته، چه صحبتی، به قول خودت همونطوری که اصلا این حرف شما خیلی درسته. یه چیز من اشاره بکنم، بعضی از موقع ها کسایی که مثلا رابطه باز میخوان، خب میدونن که طرف مقابلشون خیلی رو نمیخواد، ولی یه جوری زورگویی میکنه، یه جوری مثلا، یعنی باید مراقب باشیم تفاوق چی گفتیم؟ رضایت بگم رضایتی که بعضی موقع میگیریم واقعا رضایت نیست. خب مثلا طرف مقابل یه جوری مثلا دستشو پیچوندی که داره الان رضایت میده، میدونی مثلا چیه؟ یعنی آره دیگه میگه چیکار کنم دیگه، حالا دیگه بالاخره حالا آدمه و حالا من میدونین توجیه میکنه و اینا، ولی صدمه هم میخوره. نه مثالی که من میخوام بزنم اینه که مثلا طرف میگه مثلا تو میخوای اوپن باشه، میخوای مثلا با بقیه هم بری، خب و طرف میگه من اینو نمیخوام، خب بعد کلی پافشاری میکنی، میگی ببین من اینو لازم دارم، ما این مهمه، این مثلا بدون این نمیشه، اصلا این چیز طبیعیه، این چیزایی که تو دوست داری سنتیه، عقب افتاده است، طرز فکرت امبولی. اسلامیه، چی میدونم، چقدر تو مثلا عقبی از جامعه و اینا، اینقدر میگی و میگی و میگی تا بالاخره این بیاد بگی که باشه حالا چیکار کنیم، باشه برو. خب یعنی همچین رضایتی رضایت واقعی نیست. همین. درسته؟ آره. درسته. بنابراین باید با توافق، یعنی با آزادی کامل، همون در آگاهی و آزادی کامل باشه. منتها مشکلشون خیلی گفتن این موضوع سخته واقعا، یعنی کار همه نیست، خیلی کار سختیه، چون ممکنه که مخصوصا کسایی که با هم هستن. الان من یه سوالی می‌خواستم بپرسم، این روابط جنسی که حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم، آیا رابطه جنسی که مثلا حالا من تو تهران هم هستم الان میشنوم این طرف اون طرف که خیلی مثلا سکس پارتنر دارن و فقط یک کس رو میبینن با هم سکس دارن، خب این یه بار دو بار سه بار باشه، آیا منظوری که فقط همدیگر رو میبینن سکس دارن و خدافظ شما، یا میشینن با هم یه معاشرتی هم میکنن؟ خب این معاشرت و اینا انسان این سکشوالیتیش که به هر حال به چیزای دیگه‌ش هم ربط داره دیگه، کم کم رابطه شکل میگیره. حالا اگه طرف پارتنر داره این اوپن ریلیشنشیپ چطوری کار میکنه؟ درسته، این خیلی درسته. خب این مثلا من توی رابطه یعنی باز بودم، محدودیتش چیه؟ از کجا چطوری میشه؟ بستگی داره. ببین این خیلی مسائل خیلی جالبیه. خب مثلا بستگی به رابطه شما داره. خب مثلا من توی رابطه باز بودم، خب
که مشکلی نداشت طرف مقابلم که رابطه با بقیه جنسی باشه، ولی اگه مثلا برم باش فیلم ببینم، اگه باش برم مثلا رستوران غذا بخورم، خب، یا اگه مثلا کار دیگه بکنم، اون موقع دیگه مشکل داره. یعنی مثلا میگه میخوام بگم یعنی میدونی بعد این رابطه اونطوری مثلا فقط اگه فقط فیزیکال و سکشوال باشه، یعنی واقعا مثلا بگی من ساعت 5 مثلا طرف بگه من ساعت 5 میرم مثلا تا حالا هر چند ساعتی سر به کار انجام شد برمیگم خونه، یه چیزی که یه خورده بستگی داره، باوندریش چیزه، بستگی بین شما داره. خب بعد ببین، یعنی ما باز داریم تو باز، بعضیا میگن باز فقط مثلا جنسی، عاطفیش اگه بکنی دیگه من میریزم به هم مثلا. خب یعنی عاطفیش نه سوال یه چیز دیگه است. آرمین میگه که ببین وقتی جنسی هست احتمالاً عاطفی هم کنارش میاد. نه سوال همونه، نه ببین سوال همونه، ولی چیزی که تورنگ داره میگه، میگه که نمیتونی، یعنی طرف اگه سکس باعث، یعنی رابطه جنسی باعث رابطه عاطفی میشه، خب نه من فکر کنم من تجربه اینه که خیلی از زنها اینو تصور میکنن ولی نمیدونن که ما مرد ها قابلیت ما خیلی قابلیت اینو داریم که جنسی نگرش داریم و عاطفیش نکنیم. آره من متوجه شدم. آره منطقی تر رو ایناست، ولی واسه زن ها اینطوریه. من خودم شخصا فکر میکنم اگه توافقی هم باشه، حالا مثلا دو نفرم همدیگر دوست دارن و خیلی هم اوپن مایندد و اصلا از همه نظر و اینا میخوان اینطوری لازم دارن، حالا به هر دلیلی، چون اگه شدم بی خودی لازم دارن، ولی حالا لازم دارن که این روابط آزاد دیگر داشته باشن، اگه اون یکی هم، اون یکی طرف اونم نتونه حالا به هر دلایل خودش یا نخواد خودشو محدود کنه یا خلاصه پاسیبیلیتیش واسش نباشه که اونم به همون اندازه حدوداً کم و بیش این روابط جنسی با دیگرونو داشته باشه، همیشه دچار مشکل خواهد شد، به خاطر دقیقا همون حسادت کوچیکی که تو سگ گفتی. من خودم سگ گربه دارم اصلا گربه رو نازش میکنم، سگ میاد اونجا میگه چرا به من توجه نکردی. خب این چون تو نهاد انسان هست که مشکلی، همین که گفتم، دردسر رو ایجاد میکنه. برای همین من خودم شخصا فکر میکنم اگه مثلا دو نفر با هم دیگه به یه جایی رسیدن که یه رابطه دو نفر میخوان داشته باشن، بهتر قبلش این روابط جنسی آزادشون رو که تنهایی بودن تا جایی که میخوان داشته باشن، یا با هم نباشن بازم برن روابط آزاد دیگه داشته باشن. با هم باشی دردسر واقعا درست میکنه، میدونید تمرکز انسانو میگیره، معلوم نیست اون یکی پارتنری که الان مثلا با پارتنر من که من قبول کردم مثلا اصلا یک کلمه حرفم نزنه، درد دلم نکنه، فقط بره این کار بکنه، اون یکی طرف چی در نظرش؟ آیا اون عاشق این شده؟ آیا اون میخواد یه کاری بکنه که با این رابطه عاطفی برقرار کنه؟ یا اون هم صرفا فیزیکاله؟ این همیشه سوالی که واسه من پیش میاد، میدونی؟ آره مثلا نفر دیگه هست برقرار، یه نفر یا چند نفر اصلا مثلا ممکنه مثلا دنبال شوهر باشن، مثلا میگم اگه پسر باشه اون، یا اون پسر رو مثلا بخواد مثلا بیان مثلا با اون اصلا باید در نظر گرفت که باید دردسر زیاد درست درست خوبه که شفاف باشه. به صدای من میاد خلاصش. بله مثلا صدای تو میاد، اما صدای تو رنگ ماشاءالله غالبه به صدای تو. آره ببخشید من شده نه عالیه. مثلا میتونیم بگیم که فرض کنید که شما با همسرتون میگین رابطه باز دارین، ولی بین خودمون عاطفه فقط بین ما، با بقیه فقط جنسی، بعد زن شما هم قابلیت اینو داشته باشه که فقط با بقیه اگه میره فقط جنسی باشه، ولی یه روزی با یه نفر، با یه مرد دیگه بره که این مرد عاشقش بشه، خب بعد دیگه بیفته دنبال زنت ول نکنه مثلا، یه همچین حالتی، بعد مثلا بخواد مثلا این زنه رو یه کاری بکنه که اونم عاطفیش بکنه یه جورایی، مثلا یه همچین حالتی پیش میاد. آره امکانش هستش دیگه، میدونی چون اون طرف هم وجود داره. حالا من میکروفون دارم. آره دیگه، یعنی منظورم اینه که به سادگی نیست که مثلا دو نفر با هم بشه میگن خب تو رو هر کاری میخوای بکن منم میخوام. تو این جامعه باز و اینا باید ببینیم اون اطرافیانم تو اون هست. من اطراف خودم دیدم حقیقتش، کسانی که هنرمندایی که یه کیس رو اسم نمیبرم مثلا، لزومی هم نداره شما نمیشناسید، که با خانمی زندگی میکرده و روابط آزاد داشتن و مثلا آخر هر ماه ویکندهای دو روز در ماه اینا هر کسی که میخواست روابطی ایجاد میکرد. اونطور بعد از اینکه این بچه دارم شدن و زندگیشون هم داشتن در خارج از ایران بوده این. خب ولی بعد از مدتی که گذشت چند سال و اینا، در این بین اون خانوم که غیر ایرانی بود و اون آقا ایرانی بود، با یه مرد هم کشور خودش از اون خوشش اومد و خلاصه این یکی ایرانی، آقای ایرانی اصلا با اینکه خودش هم حالا شاید چون مردم بود به قول شما واسه خود اون منطقی تر بود، خیلی احساساتی نمیشد، خانومه اصلا
چیز کرد و این کارش به تیمارستان و بیمارستان کشید. یعنی میتونیم بگیم خطر روابط باز آرمین من بگم بیشتر برای آقایون خیلی بیشتره تا خانوما دیگه، چون دقیقاً همون درگیری احساسی که خانوما آره. نه من میگم که احتمال داره که روابط باز، یعنی ما داریم میگیم که این روابط باز چه اشکالی دارد، خب بعد ممکنه بگیم خب اشکالی نداره دیگه چون غیر اخلاقی، اگه هر دو طرف راضی باشن هر دو طرف خب پسش مشکلی نیست، در صورتی که شاید اینو در نظر نمیگیریم که اکثریت مردم شاید قابلیت اینو ندارن. خب مثلا شما ممکنه با این پیشنهادمون داریم یه کار خطرناکی میکنیم، مثلا دو نفر مثلا یه رابطه خیلی خوبی دارن از رابطه با هم لذت میبرن، بعد میان مثلا این اتاق گوش میکنن میگن که خب میگن اشکال نداره دیگه، ما میتونیم مثلا بیا این تجربه رو به زندگیمون اضافه بکنیم. خب بعد با این حرفمون مثلا برینیم به مثلا این زندگی خوبی که داشتن، مثلا این خانومه میره مثلا مرده اول میخواد مثلا روشن فکر باشه ولی مثلا میره زنش با یه کسی دیگه میخوابه، بعد داره حسادت شدید داره بهش دست میده ولی میخواد مثلا وارد دنیای مدرن بشه و اینا، بگه که حسادت من مثلا یک فکر عقب افتاده است و فلا این چیزا، هر این حرف رو من بذارم کنار، زن باید آزاد باشه، منم آزادم دیگه، اونم میتونه آزاد باشه. مثلا خودش هم میبینه که به این راحتی نمیتونه دوست دختر پیدا بکنه، زنش هر هفته با یه کسی هست ولی خودش هر غلطه هر چی سعی میکنه کسی هم نمیتونه پیدا بکنه. بعد اصلا یا برعکسش آره بس زندگیش مثلا ممکنه حسادتش باعث میشه که این رابطهش با رابطه عاطفیش با زنش به چالش کشیده بشه، بعد این زن هم متوجه بشه که شوهرش با اون شکل قبلا باهاش دیگه صمیمی نیست، بعد میبینه این مثلا مرد جدیدی که باهاش هست الان خیلی داره بهتر میشه از این، در صورتی که همین مثلا رابطهش با مرد دیگه بوده که این عاطفه بینشون از بین برده، مثلا باعث بشه که این رابطه، یعنی ممکنه اکثر آدما با اینکه بگیم قابلیت اینو ندارن که وارد یه رابطه باز بشن، خب یعنی اگه برای بعضیا کار کرده، مثلا فرض کنیم ما میتونیم بریم مثال پیدا بکنیم که مثلا یه زن و شوهری وارد یه رابطه باز شدن، لذت بردن، هیچ صدمه ای هم به زندگیشون نزده و کلی هم به نفعشون هم بوده تازه، ولی آیا یعنی چند درصد از جامعه همچین قابلیتی دارن؟ ممکنه بقیه رو داریم پیشنهاد، یعنی نباید تشویق بکنیم مردم رو به همچین روابطی اگه نمیدونیم ممکن که اکثریت میشه اینجوری گفتش که روابط آزاد اگر با اون شرایط اشکالی ندارد، ولی حتی تبلیغ همچین شرایطی و این که اشکالی ندارد با این شرایطش، این دیگه شاید غیر اخلاقی باشه. خب شاید شاید باید به محدودیت‌ها اضافه بکنیم. خب تو یه محدودیتایی که شاید باید آدم بره سلف اوالیوییت بکنه که ببینه اصلا، یعنی قبل از اینکه وارد گفتیم من تفاهم نمیدونم چون نمیتونم بگم، رضایت آگاهانه رو گفتیم، خب بهداشتیش هم گفتیم، شاید برنامه باید قبل از اینکه وارد یه چیز با محدودیت‌های رابطه‌شون رو بردارن، باید برن چه میدونم با این روانشناس مشاوره روانشناسی هم حتما داشته باشم. مشاوره روانشناسی هم باید بذاریم. اوکی. آره همجوری بعد گفتی اوکی ناراحت شدی یه جوری. آره مشاوره روانشناسی. اوکی ای بابا باید مشاوره چقدر سخت. حالا مشاوره روانشناسی باید ببینیم اون مشاور کی هست، چی هست، خودش نظرش چیه. سکسولوژیست مثلا حالا. نه سکسولوژیست ها خیلی زیادی همیشه همه چی میگن بیان همه رو بکنین، مثلا اصلا میگن گروپ سکس بکنین، آره میگن خوبه اصلا باید همین کار رو گرد. به نظر من که راستش به نظر من میاد اگه دو نفر روابط جنسی آزاد داشته باشن در طول مجردیشون در هر چقدر میخواد تو هر چند سالشون باشه، بعدش که یه نفر رو پیدا کردن، اگه یه زمانی که با هم تفاهمی، علاقه، محبتی، حرف و صحبتی، دیالوگی چیزی دارن، واقعا به نظرم میتونه رابطه رو به هم بزنه اگه این باشه. یعنی من خودم فکر میکنم که بد نیستش که تو اون موقعی که با یه کسی هستی، حالا اگه مجبور شدی بله برو بگو و توافق داشته باشی با هم، ولی به طور کلی به نظرم دردسرش انقدر زیاده، تو اروپاش هم همینطور، یعنی یه چیز قاطی باتی شده، همونطوری که ازدواج سنتی بسته که اصلا دیگه میگی نمیشه تکون بخوری، این یکی هم از این ور از اون طرف بوم میفته، یعنی یه بالانسی باید باشه دیگه در این بین. من خلاصه نظرم اینه دیگه، بالانسش پیدا کردن شخصیه، همه ما با هم فرق داریم، شما باید برین تحقیق بکنین که چی برای شما کار میکنه، یعنی چیزی که برای من کار کرده ممکنه برای شما کار نکنه، برای همین خیلی باید خودآگاهیتون رو از خودتون و رابطتون ببرید بالا. اینا جواب بلانکت
جواب نداریم، یه جوابی که برای همه درست باشه نداریم. خیلی کار سختی پیدا کردن چیزی که برای همه مناسبه. ولی اگه شما ولی این اختیار هم باید بدیم، اگه کسانی که قابلیت مثلا رابطه های بازو دارن استثناء هستن، فکر کنم این اختیار رو باید به مردم بدیم. خب که عکس شما اگه فکر میکنین که شما هم میتونین این کارو بکنین با همسرتون، به احتمال بسیار بالایی دارید اشتباه میکنید. به احتمال بسیار بالایی این فاجعه هست برای رابطه شما. اوکی خوبه، اینم اختارم پس. مرسی توران جان، مرسی، ممنون استفاده کردیم از صحبت. یه نکته مهمی هم اضافه شد به بحث. ممنون ازت واقعا. جمهوری بی خدایان.